آقای ایران بومی، صدای منو دارید شما؟ بله، صدای شما رو بسیار واضح است. بله، خیلی ممنون. ببخشید من چون کانفرم نکرده بودیم با هم، نمیدونستم واقعا میای یا نه. اتفاقا تو برنامه اولش گفتم که از آقای ایران بومی دعوت کردم، ولی نمیدونم. اصلا ممنونم خیلی. شما همیشه ما رو وسط پیاده شدن قطار یا سوار شدن اتوبوس گیر میارید. الانم تو خیابون در حال حرکت هستم. خب حالا یه جایی وایسا استراحت کن، برفی بارون چیزی که نمیاد که نه. اینجا هوای سرد یخ خوبان چجوری بایستم. البته اینجا بغل کلیسا بایستادم و این کلیسا یک پناهی شاید بده. بگوشم بفهم اینجا در پناه کلیسا. دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایران بومی هستیم و ایشون بهتون گفتم که برنامه هایی میذارن در آلمان و امروزم من خوندم قبل از اینکه با شما صحبت کنم آقای ایران بومی، اون مسئله 22 مارچ و اینکه شما نوشته بودید که تأثیر متقابل فرهنگ ایران و آمریکا از کوروش کبیر تا فرمان مهاجرتی ترامپ. اولا دوستانی که از توی آلمان و فرانکفورت هستن امیدوارم بیان اونجا استفاده کنن. برای اونایی که مثل ما این نعمت نصیبشون نیست و این ور اقیانوس هستیم، یه مقدار لطف کنید در این مورد چی بگید یا هر صحبتی که دارید در رابطه با ایران. شنیدم که باز خانم مرکل برای چهارمین بار مثل اینکه جا و مقام خودش رو گرفت، ضمناً این ماجرای آمریکا شماها رو هم نگران کرده یا نه؟ چون ترامپ دیگران هیچ کاری نیست، واقعا خودش تنها هر تصمیمی بگیره، یعنی هر کسی هم یه چیزی بهش میگه میکنه بیرون. من ساکت میشم، شما با دوستان بیننده و شنونده چند دقیقه صحبت کنید. خیلی ممنون، بفرمایید. با توجه به سرمایه‌ای که الان در اینجا در خیابون هستش، اگه اجازه بدید من کوتاه فقط به چند نکته کوتاه که شما فرموده بودیم برسم. یک، این سخنرانی که هستش توی یک برنامه در رابطه با تغییرات و تحولات جهانی هستش و در این قسمت بنده به دستور دادن، به من این عمل رو دادن که در رابطه با تأثیر فرهنگ ایران از گذشته تا کنون بررسی کنیم و مخصوصا با توجه به تغییراتی که جدیداً در سیاست مدیریت کشور آمریکا به وجود اومده، یک مقداری علاوه حقوقی، تکرار میکنم، مزاد سیاسی و اجتماعی کمتر بیشتر علاوه حقوقی بررسی باید میکردم و این تحقیقات در حدود 110 صفحه شده که در اون روز که شما فرمودین قراره در اون مجمع معرفی بشه. از این لحاظ زیاد من نمیتونم امروز محتوا رو برای دوستان شاید درست نباشه معرفی کنم، بلکه بعد از برگزاری این سمینار حتما اگه اجازه بدن مدیران برنامه این کارو خواهم کردش. در رابطه با برنامه فرموده بودین خانم مرکل که ایشون به عنوان مادر کشور آلمان اسمشون رو میارن و ایشون به عنوان تنها زن هستن که با قدرت کامل تونستن دوباره این احزاب رو به هم دیگه نزدیک بیارن و الان ما یک ائتلاف از شکست خورده ها در مدیریت کشور داریم، یعنی بازنده ها الان دارن کشور رو مدیریت میکنن و نه برنده ها. چرا؟ چون حزب که الان خانم مرکل هست، حزب مسیحی و حزب سوسیالیست ها، اینها احزابی بودن که به شدت باخته بودن و الان اینها که بسیار باخته بودن ولی باز هم رأیشون مقدار بیشتر از اونهایی هستش که برده بودن هستش. در حال حاضر همین امروز چند ساعت پیش وزیر کشور آلمان که از جنوب از بایرن ایشون یک جمله اول کار که شروع کردن با اسلام شروع کردن و هنوز هیچ عمل حقوقی در بمان وزیر انجام ندادن، اولین جمله که ایشون بعد زبون آوردن بعد روزنامه ها قابل خوندن، ایشون فرمودن که اسلام متعلق به آلمان نیست و این بحث و شدید حالا به چه علتی با این جمله خواستش کارش رو کنه، اون دیگه شاید حدس بشه دادش که چه ستیزجویی الان سیاست دنبالش هستش و میخوان اسلامو به طور حالا واهی دشمن جامعه اروپایی نشون بدن، در حالی که یک تعداد افراد خیلی کمی هستن که به اسم اسلام میان کارهای خلاف میکنن که خودشون هم در جامعه اسلامی معمولا هیچ پایی ندارن، جایی ندارن. ولی به علتی که این آقای وزیر امروز این بحث رو انداختش، ما منتظر هستیم که اتفاقای خیلی شدیدتری در جامعه آلمان بیفته. اگه سوالی داریم بفرمایید. ممنونم. اگه لطف کنید اون دوستانی که مسئول این برنامه 22 هستن، مخصوصا چون ما تو آمریکا هستیم، خیلی دوست داریم که بعد از برنامه شما ویدیویی اگه هست
داشته باشیم تا ببینیم که نظرات چیه. ضمناً درباره آلمان که گفتید، من یادمه بعد از اون ماجرای فروپاشی دیوار و شرق و غرب به اصطلاح یکی شدن، اون شعارهای آوسلندر غاوس و اینها رو به اصطلاح خیلی میدیدیم و یه نفرت عجیبی بود. معمولا اینا هم از طرف کسایی هست که کم سوادن و دنیا رو خبر ندارن. الان شرایط چجوریه برای این مسلمان ها؟ دیدم یکی دو تا از کیسای شما رفتید دفاع کردین و اینها، یعنی این واقعا این، چون تو آمریکا میگه 60% اعتراض به افراد ماینوریتی، نه فقط مسلمان، از چینی گرفته از مکزیکی گرفته و اینها زیادتر شده، اونجا چجوریه؟ بله بفهم. من یه مثال از فلسفه حقوق بیارم. مثلا میگن که اگه شما به عنوان یک انسان پشتتون کوهه و جلوتون سیل اومده، از کوه هم داره سنگ میریزه، شما چه تصمیم میگیرید در موقعیتی که پشتتون کوه داره سنگ و جلوتون رودخونه داره سیل میاد؟ شما چه تصمیمی به عنوان یک فرد میخواین بگیرید؟ در اینجا بحثای فلسفی خیلی زیاده و مخصوصا بحثای این که اگه یک نفری بیادش، یک شخصی که از موقعیتی که شما درش هستین و نارضایتیه و ناراحتیه و ترسه و نیازه و نمیدونین چه اتفاقی میفته، اون شخص بیاد و به شما بگه که من برات زندگی خوبی رو میتونم بیارم، همون گفتن این حرف به این شخص میتونه یک آرامشی بده. دو، هرچی شما به فکر انسان وارد بکنین، انسان نمیتونه مسائل رو سخت و قبول کنه. سه، هرچی که ما سختی داره ما بیشتر بشه و پیچیدگی بیشتر بشه، خیلی از انسانها، انسانهای عادی، بیشتر میخوان به طرف راه‌حل‌های ساده برن. برای همین نتیجه گیری از یک و دو و سه این خواهد بودش که وقتی که مسائل اقتصادی اجتماعی پیچیده تر میشه، فرهنگ‌های متفاوت کنار هم دیگه میاد و خود فرهنگ انسان زیر سوال میره، درآمدها کم میشه، بچه ها توی مدارسی میرن که کمتر خودشون از نژاد خودشون از ساختار خودشون هستن، افرادی که دست کنزرواتیو دست راستی هستن قدرت بیشتری میتونن پیدا کنن، چون مردم دنبال ساده کردن مشکلات هستن و با ساده کردن مشکل حتی اگه واهی هم باشه راحت تر زندگی میکنن تا بخوان یک ماجرایی پیچیده رو درک بکنن. بفهمید. خیلی ممنون. یعنی حقیقتا این محافظه‌کاران یا هم کانسرواتیو اینا فقط با قولهایی که میدن مردم رو اینجوری جلب میکنن، حالا حقیقتا این قولها اجرا هم نمیشه و همونجوری که الان تو آمریکا این مشکل هست که آقای ترامپ آمد از نارضایتی اینها، حالا به قول معروف، چه مثال خوبی شما زدی، از کوه داره سنگ میریزه، از پایینم سیل هست، به اینا گفت که من براتون یه جای آرامش میسازم و فلان اینا. مثل که قطار شما رسید، ما منتظر میشیم. میشه شما توی سرما و برف و یخبنده. فقط در انتها قدر میگم که موقعیت انسانها رو تغییر میده و هر جامعه از لحاظ ساختار به طور طبیعی هیچ وقت اون جامعه نمیمونه که 100 سال پیش بوده. اگه ما امروز تو این سخنرانی که برای هفته دیگه هست در رابطه با فرهنگ ایران و آمریکا بررسی میشه، شما میتونین به عنوان کسی که در نزدیک واشنگتن زندگی میکنین به راحتی به موزه قانون اساسی آمریکا برین و اونجا میبینین که چجوری خود آمریکایی ها اومدن و فرهنگ ایرانی رو بهش ارزش گذاشتن و کوروشنامه رو به عنوان یکی از پایه‌های قانون اساسی آمریکا قبول دارن. نمیدونم خود شما رفتین یا نرفتین اینو ببینید. نه، وقتی آمد اینجا من نرفتم و درباره اینم با شما بحث دارم، یه وقتی که فرصت داشته باشین میشینیم با هم صحبت میکنیم، چون این چیزایی رو که میگن که اون فور فادرز نمیدونم از ایران و از کوروش و از تورات استفاده کردن، من یه مقداری تحقیق میکنم و بیشتر در این مورد با هم صحبت میکنیم. ولی چیز قشنگی که شما اینجا نوشتید، این شعر رو احتمالا خودتونم گفتید، در دادگاه داد به کسی داد ندادند، این که تبلیغ بدیه برای شما وکیلا نیست؟ این واقعیتی که ما صبح تا شب به هر حال ما میگیم دادگاه جایی که شما میرین و میخواین حقو بگیرین و در اونجا باید حق اجرا بشه، حالا به هر علتی هستی که
حق میطلبه، یکی حق میجنگه و ما خودمونو به عنوان وکیل اختیار میگیم، یعنی سرباز عدالتیم. ما دنبال حق نباید باشیم بلکه دنبال عدالت. انشالله فرق حق و عدالت رو در موقع مناسب بتونیم با دوستان شما بیان کنیم که چه فرقی هست بین قانون حق و عدالت. به امید دیدارتون انشالله. خیلی ممنون. ضمن من نوروز رو هم بهتون تبریک میگم، امیدوارم سال بهتری در انتظارتون باشه. قربان شما، پیروزی برای شما و خانواده گرامی دارم. شب روز شما به امید دیدارتون. مرسی.